رندان را نداند، آنکه زیدیل بیزار بود، قدری باطن را نداند، آنکه پابندی ظاهر بود. هر کی در سیر عالم باطنش می رود، از میان آب و گل به عالم دیلش می رود. ظاهری دنیا بندگان را پسندیده شد، آدمی از باطن خیش خسته شد. مرده دیلان در تلاش سیم و زرند، زنده دیلان به عالمی به می ناب و کفسرند. قد دل را کس نداند، یک بوتی بی‌رحم می شود. کعبه دل را کس نیابد، بی مروت می شود. در غم جانم و زی جانان راز دارم، سجده به درگاهش دارم و زی لطفش مینت دارم. به یاد او زندگانی معنی ندارد، به ذکر او باقی دلم گوره ندارد. خوشم از آن که به عالم دل هدایتم کردی، از ظاهری باطل و به باطن روایتم کردی. آینه دلم کنون پاک شده است، چشمم بینا و دلم دانا شده است. مرا زی بی نشانی نشانم کرده ای، راه زندگانیم را آسان کرده ای. من زی مکر و بند شیاطین آزاد شدم، بنده جبار گشتم و سلطان شدم. چرا تو همدم و همرازم نمیشی، در راه جنون یاری وفادارم نمیشی. تو که از حال دل خبر نداری، کی تو با دلی دانا و چشمی بینا میشی. من در کوی دل دارم و تو غافل زین راز، کی تو از جهل خیش بیدار میشی. تا به کی از پی این دون میروی، لاجرم زین سرای غافل از دل میروی. بر در خمار برو ای دلم، تا شب غرق می ناب ای دلم. تو که این عالم ظاهر را خوش کرده ای، عالم اصلی را ز خویش دور کرده ای. هرچی می بینی برایت غم نیست، این عالم آب و گل مگر جای درد نیست. عمر خویش را باطل و بی معنی مکن، گنج را در یاب و خویش را بی محمل مکن. من زی در خرابات یار خویش را یافتم، دین و ایمان و محرم جان خویش را یافتم. خالقا عقل و خردم داده ای تا جویم تو را، دل و جانم داده ای تا دوست دارم تو را. من یک قطره ایم که خواهان دریای تو ام، من یک ذره ایم که روان بر ریحان تو ام. حس هایم را با تمکین کرده ام، نفس و جانم را مسلم کرده ام. در عالم باطن سفر دارم کنون، از دل و از جان خبر دارم کنون. روز و شب از کلامت نوری رحمت می گیرم، از حدیث های رسولت پند و حکمت می گیرم. در بحر معرفت شنا دارم کنون، از دل و از جان سخن دارم کنون. با عشق جانان من زنده ام، دل به دیردار دادم و زی کویش رفته ام. امر جبار شرط زندگانی ام شده است، مهر جانان از همه بیش ام شده است. هر که حق را نشناخت ناکام گشت، از دل خویش غافل و بیمار گشت. گوهر داریم ما در میان و زی او بیگانه ایم، در میانی گیل آب غوطیده ایم و بیچاره ایم. خالقا از می نابت مرا محروم مکن، دل عشاق مرا از نوری رحمت دور مکن. جهد کن تا مرد الهی شوی، مونس قرآن و مثنوی شوی. هر که به پاکی جهد دارد مؤمن است، هر که قطری پاک را می جوید مسلم است. در غم جان باش و دینش ده، در یاد جانان باش و عشقش ده. جان ما را دین زنده می کند، جسم ما را عشق فرخنده می کند. من شاعر نیستم که در غم وزن و قافیه شوم، من ظاهربین نیستم که در غم آخرجه شوم. قوت جانم از حرف قرآن آمده است، حرف من از ملک جانان آمده است. جانی که به پاکی جهد دارد، به کوی دلدار راه دارد. زان دلی که مهر جفه افزون می شود، شعله دین در او خاموش می شود. دل را دین انتظام می دهد، درس و اندرزهای بسیار می دهد. آن دلی که از نور رحمت دور شد، به دام شیاطین فتاد و کور شد. هر که از جان به جانان راه نیافت، در جهل زیست و گنج را در خویش نیافت. لطف شاه ما را بینا می کند، ز آتش جهنم ما را رها می کند.
جانی من از جانی جانان آمده است، با عطر ریحان و موج رحمان آمده است. جهد دارم تا جانم را پاکتر کنم، دین حق را در دلم افزونتر کنم. جانها با حرفها رام می شوند، جانها با حرفها آباد یا که خزان می شوند. حرف من از حرف قرآن دور نیست، در دلم جز عشق جبار چیز دیگر مستور نیست. در علم باطن شناسی رفتم و آباد شدم، در سرای دید رفتم و عاشق جانان شدم. هر روز من از باغ معرفت علم می گیرم، پند و حکمت های تازه و تازه را از ملک غفار می گیرم. از تفریقات و تقسیمات آزادم کنون، دل به حق دادم و شادم کنون. من اوریان آمدم و با دل درویشم می روم، با دل سرشار عشق پاک به ملک شاهم می روم. جزت فرماید یک دی حکایه را به پیش به شما تقدیم کنیم. یک حکایه حضرت عطار. یک حضرت بود که نامش بلعمی نام داشت، 400 سال عبادت می کند و سجده می کند به خدا را، و یک روز یک روشنی آفتاب می بیند، گرمی آفتاب و روشنی آفتاب می بیند، به وی اهمیت بسیار می دهد و به آفتاب سجده می کند. به همین خیل همین سجده و به آفتاب و به کفر می برد. حضرت می فرماید عقل چون از حد امکان بگذرد، بلعمی گردد، زی ایمان بگذرد. یعنی که عقل آدم وقتی که ما تکیه به عقل میکنیم، او ما را به عبارت میبرد، ما را به ظاهر میبرد و ما در ظاهر میابیم همون چیزا را. یک خیلی آدم سنگ سجده میکنه، سنگ مچک میکنه، یک خیلی آدم افتاب سجده میکنه به مانند این مثال میکنه. یعنی که عقل که چون از حد امکان بگذرد، بلعمی گردد، زی ایمان بگذرد. عقل در حد سلامت بایدد، فارغ از مد هو ملامت بایدد. گر تو عقل ساده می یابی زی خیش، از چنان صد عقل دنبوریده بیش. یعنی که حد دارد، عقل هم حد دارد، گفتی همون روسا گرانیسه دارد. از حد که زیاد که بگذرد، او به کفر می بره آدم. برای همین آدم باید عقلکی نکنه، به نهایت به عقلش بسیار تکیه نکنه که او را چکا میکنه. بلعمی گردد او که عقل چون از حد امکان بگذرد، بلعمی گردد و زی ایمان بگذرد. یعنی که برای کفرت می بره اگر از حد بگذره. و برای همین گفته های خداوند همه شما فهمیده نمیتونیم تا اخیره. همون قیشه که میفهمیم همه ما باید اجرا کنیم و مناقشه کردن به خداوند کریم معنا ندارد. عقل ما به عقل کل هیچگاه نمیرسد. فقط تسلیم شدن در کار به چی؟ به حکمتی، به امر شاهی عالم. و اجازت فرمایی که خود مویه که نکنیم. یک مردی سیاه بود که بینی از سیاهی میکرد و هر خیل چیزها را در همون سیاهتش میافت. یک سیاهت میکنه که به طرف بدخشان میرود و در همجا یه لعل میابد، یک لعل بدخشان هم میابد و همین خیل باید میبید. بعد در یک شهر میبید، شهری کورها، و میگه همون کورو را میگه که من یه لعل یافتم با درجه اولی، لعل بهترین قیمت است، گرانبها است، در یک اونجای خیلی لعل من ندیدم. کورو میگن که بتی ما بخپی بش خیلی. کورو میقپنش میگن که خیلی چی هم یه سنگش دیده یه چی سنگ های و هیچ یکون نخیر. بعد این مردک حیرون میشه و میگه من این قجعت کردم، این قیعت بای کردم، یافتم در برای همی سنگ. گفتم چه اینو میگه یه سنگ خالی های. همین خیلی معلول میشهد میره در شهری کورها و یه شهری دیگر. خلاصه چی هست؟ یعنی که مردم هایی که چشم دل هاشون کور است، با آنها بیفایده حکمت کردن یا در برای حق سخن گفتن. یعنی که تا چشم دلی بنده بینا نشود، به حق رسیدن وی امکان ناپذیر است.
و ایر خداوند خودش همان زنجیر و قلبهای ما در دست خداوند در کسی را او بخواهد میشکایش. برای همین به کور و بکر نشان دادن یا که گفتنی در برای حق معنی ندارد. او چشم دیرش بسته باشد، او برای تو گنجه، ایمان برای او هیچی نیست یا آسونه. برای همین آدم وقتی که یگان کس در یگان هدایت کردنی های حکمت کردنی های باید ببینه که با کی گپ زده ایستاده است و همون همنشین تا باید بینه که چشم دلش روشن یا که کورای گپی هوایی میزنیش به فایده معنی نداره. کسی که چشم دلش محکم های او را از حق گفتن معنی ندارد. بخشی زیاد سخن زیاد کردیم. خدا من یاد دارتو باشد، در امان خدای تعالی باشد. خدا حافظ.